درود فراوان خدمت شما دوستان و عزیزان، من امیرم و اینجا چنل حاجی وارلا که بعد از یک وقفه چند هفته خدمت شما رسیدم با خبرهایی که از فیز سوم اکسپنشن کلاسیک لیچ کینگ که قراره بیاد و ما قراره که تو این ویدیو بپردازیم به امکانات و کلن چیزهایی که قراره به بازی اضافه شن و همچنین آپدیت هایی که تو نسخه اصلی نبودن و برای اولین بار قراره که اونها رو ببینیم، که یکی از مهمترین هاش هم که تا الان همتون احتمالاً فهمیدید اینه که وف توکن به کلاسیک اومده که ارزش گلد کلاسیک رو به شدت بالاتر برده، که خب برای شما فارمرهای عزیز خبر خیلی خوبیه و اگه که اصلا ازش چیزی نشنیده بودید باید بگم که توی دیسکریپشن براتون یه ویدیو از خود حاجی میذارم که توش خیلی بهتر در مورد این قضیه توضیح داده و بهتون میگه که چه اتفاقی افتاده. و باید بگم که بجز این ویدیو ما قراره که برای دوستانی که راید جدیدی که قراره بیاد رو نمیشناسن تاکتیک‌های اون باس رو توضیح بدیم، ولی خب خودمونیم و مگه کسی هست که نشناسه رایت های لیچکینگو، مخصوصا کال آف دی کروسید که خاطر انگیز ترین رایت به شخصه برای منه و کلی باش خاطره دارم و اون زمان واقعا حال میکردم با این رایت. و شما هم تو کامنت ها بگید که به نظر شما زیباترین رایت توی این اکسپنشن دوست داشتنی چیه. خب بریم سراغ خود ویدیو. اول باید بگم که رید ارجنت کروسید با خودش منطقه ای رو به بازی اضافه میکنه که خب همتون میشناسید کجا رو دارم میگم. این منطقه باز میشه و شاپ ها و کوست هاش قابل دسترسی میشه. مهمترین بخشی که شما پلیرها باید بهش توجه کنید شاپ هایی هست که به شما ترانسموک، پت و مانت میفروشن که باید حتما حواستون باشه و سعی کنید که بگیرید و بخریدشون. همچنین کوست های این بخش هم مهمن، چرا که دیلی های اون به شما چمپیون سل میدن که توی همین شاپ ها به شدت به کار میان. و خب باید بگم که شاپ های دیگه هم هستن مثل این شاپ هایی که دارید میبینید که خب شما میتونید با توکن های خودتون بیاید و ازشون آیتم های مورد نیاز رو خریداری بکنید. در کل منطقه به شدت مهمیه به خاطر شاپ هایی که توش هست و خب خود ریت هم که بکنار. و باید بگم که این باسی که دارید میبینید باس ویو ای هست که این باسش در دسترس قرار میگیره و شما میتونید برید به صورت 10 و 25 من فکر میکنم هیرویک نداشت برید بزنیدش و آیتم های پی وی پی با گیر بالاتر رو دریافت کنید. از باس های دیگه که در دسترس قرار میگیرن باید بگم که باس اونیکسیا هست که فکر میکنم یک ایونت 5 ساله برای لیچکینگ کلاسیک بود که شما میتونید برید تو حالت های 10 من و 25 من بزنیدش. اما بریم سراغ توضیحاتی از رید اصلی این سیزن. گویا این رید رو شما طی هفته فقط میتونید یا 25 من یا 10 من بزنید که شما توی این حالت فقط هیرویکش رو، یعنی 25 من هیرویک و 10 من هیرویکش رو شما وقتی که استارت بکنید طی هفته 50 بار به شما فرصت میده که وایپ بدید. اگر که تمام این فرصت خودتون 50 بار رو استفاده کردید و وایپ دادید باید بگم که طی اون هفته دیگه نمیتونید برید و این رید رو به صورت هیرویک بزنید. باید صبر بکنید تا هفته بیاد و ریست هفتگی رو شما بگیرید. در واقع اگر که شما مثلا میگم توی باس سوم تمام 50 بار خودتون رو استفاده کردید بقیه بازها براتون بسته میشن و دیگه نمیتونید تا آخر هفته بزنیدشون. و خب این چیزیه که ما توی PTR شاهدش بودیم، امکان داره که بخوان عوضش بکنن، PTR صرفا برای تسته، ولی خب باید ببینیم که چی میشه. یه نکته باحالی هم که این رید داره باید بگم که اچیومنتیو به شما میده که اگر تمام
تمام این 50 بار خودتون رو حتی یک بارش هم مصرف نکنین، یعنی هیچ وایپی ندید و هیچ پلیری از رید شما هم نمیره. اگر که بتونید این کارو انجام بدید و تمام باس ها رو بزنید، به شما یک اچیومنت میده که به نظرم واقعا اچیومنت خفنی میتونه باشه. نکته بعدی باید بگم که دانجن ها رو اومدن یک آپدیتی براش آوردن که تو نسخه اصلی ما همچین چیزی رو نداشتیم، که اسمش رو گذاشتن دانجن پلاس پلاس، که یه جورایی همون میتیک پلاس خودمونه با یه مقدار تفاوت، که سختی بیشتری طبیعتاً داره و خب آیتم های بهتری هم دراپ میکنه. شما از این به بعد قراره که جسمی رو تحت عنوان تایتان رون ببینید که باهاش میتونید این حالت رو اکتیو بکنید. همچنین شما با زدن باس آخر دانجن تو حالت پلاس پلاس از باس آخر آیتمی رو تحت عنوان سدریال اسنس دریافت میکنید که یه آیتم جدیدیه که ما تا الان نداشتیمش. حالا این آیتم به چه دردی میخوره؟ شما اگه که به دالاران برین، اونجا شاهد NPC جدیدی هستید که در واقع یک شاپ هستش. شما وقتی که این شاپ رو باز بکنید، میتونید با استفاده از این سدریال اسنس ها آیتم های دهمن هیروی که اولدوار رو خریداری کنید. آیتم هایی که شما میتونید توی دهمن هیروی که اولدوار ببینید رو با استفاده از این دانجن ها میتونید بزنید و با استفاده از اون سدریال اسنسا بیاید و اینجا خریداری کنید، که به نظرم یه چیز خیلی باحالیه، به درد گیراپ خیلی میخوره، مخصوصا اگه آلتی دارید که میخواید گیراپش بکنید. به نظرم این خیلی فرصت خوب و باحالیه که میتونید ازش استفاده بکنید و باید بگم که بلیزارد دمت گرم. خب میرسیم به بخش بعدی که به نظرم برای کسایی که کژوال پلیرن و صرفا میخوان با عادی پلی دادن گلدی هم برای خودشون در بیارن، یک امکان خیلی خوبه. در واقع توی این سیزن قراره که جم ها به بازی بیان و شما میتونید این جم ها رو بخرید و بفروشیدش، چرا که این جم ها به شدت گرونن و خب میتونم بگم که سخت به دست میان و خب خودتون میدونید دیگه جم ها به چه کارهایی میان و چقدر مهمن. شما میتونید باهاش سوکت های خودتون رو پر بکنید. نکته که باید بگم، همونطور که گفتم قیمت بالایی دارن این جم ها، که به نظرم با اومدن وف توکن هم خیلی میتونه کارآمد باشه و به دردتون بخوره. برای کسی که نمیدونید چطوری باید این جم ها رو بگیرید، باید بگم که اگر که PvE پلیر هستید، با امبلم هاتون، در واقع امبلم هاتون، شما با زدن هر باس چه توی رید و چه توی دانجن که بزنید این امبلم ها رو دریافت میکنید و وقتی که به شاپ توی دالاران برید میتونید که این جم ها رو خریداری بکنید. اما اگه PvP پلیر هم هستید میتونید این جم ها رو با اونور خودتون بگیر، که این یه امکان خیلی خوب برای PvP پلیر است که بتونن گلد مورد نیاز خودشون رو هم با PvP بازی کردن بگیرن. شما هر 10,000 تا اونور خودتون رو میتونید تبدیل به یک جم بکنید که ارزش خیلی زیادی داره. اما از راه های دیگه هم میشه جم به دست آورد، در واقع خرید به جز شاپ ها. شما اگه اینچنتمنت داشته باشید و بورد اینچنتمنت اگر که کامل 450 تاشو پر کرده باشید، فکر میکنم میتونید روزی یه دونه جم رو خودتون با یه سری متریال ها بسازید، که خب به نظرم ارزش داره هر روز یه دونه بخواید بسازید. و یا اگر که ماینینگ باشید، با تایتانیوم اورها شانس اینو دارید که ازشون در واقع این اپیک جم ها رو دراپ بکنید، که میگم قیمت خیلی خوبی دارن، به شدت کارآمده و فروش خیلی خوبی هم دارن که میتونید ازش حسابی گل در بیارید. در کل باید بگم که برای این سیزن لیچینگ ما قراره که یه سری ویدیوهای فارم گل براتون بسازیم، که 100% این جم ها رو هم یه توضیح دیگه توی ویدیوهای دیگه میدیم، پس منتظر اون ویدیو حتما باشید. و تو نکته آخر باید بگم که خب طبیعتا با سیزن جدید PvP ها هم ریست میشن و سیزن جدید میاد و تمام پوینت های شما رو با خودش حذف میکنه، پس باید یادآوری کنم که حتما پوینت های PvP خودتون رو خرج بکنید که نسوزه. و در کل این بود ویدیویی که میخواستم توضیح بدم. روی جم ها واقعا میگم فکر بکنید و مانور بدید. این تایتانیوم اورها به شدت فکر میکنم الان که قبل از سیزنه گرون بشه، چون میگم میتونید ازشون اپیک جم ها رو دراپ بکنید و به نظرم قیمتش الان به شدت بالا میره، چرا که همه میخوان بخرن تا بعد از سیزن بتونن بازشون بکنن و شانس خودشون رو برای دراپ این جم ها امتحان بکنن. به نظرم اگر که ماینینگ دارید حتما سراغش برید و انبار بکنید، چرا که به شدت گولد توشه. به نظرم الان نفروشیدشون واقعا، با اینکه قیمتشون رفته بالا ولی الان نفروشید، بذارید برای بعدن. میگم ویدیوهای فارم گولد قراره بیاد و خب قراره خیلی بهتر
توضیحشون بدید. خلاصه اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید ویدیو رو لایک بکنید، چنل رو هم حتما ساب بکنید، این بزرگترین حمایت شما از ماست. و اگه نقد انتقادی چیزی بود تو کامنت ها بگید، حتما درستش میکنیم. باعث خوشحالیه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.